بر بنیاد یک گزارش تازه یونیسف یا سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در بخش‌های نامن از 4 کودک یک تن آنان به مکتب دسترسی ندارند و این کودکان بیشتر در میان 5 تا 15 سالگی قرار دارند. بر بنیاد این گزارش، افغانستان از رهگذر دسترسی کودکان به آموزش پس از سودان جنوبی، نایجیریا و سودان در جایگاه 4 قرار دارد. در بخشی از خبرنامه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد آمده است که زمانی که کودکان نتوانند حتی مهارت‌های ابتدایی خواندن و نوشتن را یاد بگیرند، در خطر از دست دادن آینده و فرصت‌های سهمگیری در رشد اقتصادی در بزرگسالی قرار می‌گیرند. با این مسئله زمینه سوء استفاده و استخدام شدن آنان را از سوی گروه‌های مسلح فراهم می‌سازد. عرفان الله باشنده ولسوالی چپرهار ننگرهار است. میگوید به علت ناامنی به شهر جلال آباد آمده است و فروشندگی میکند. حال تا دیر حالت خراب دی. دلتا اوز کار که او دونه پیسی نلارو چی مکتب پیویو. عاشق الله کودک 11 ساله است و در کابل کار میکند. اما به علت نداشتن سرپرست در خانواده کار میکند و مکتب نمیرود. مالتم نخونیم مالتم میخونیم. در این حال سخنگوی وزارت معارف میگوید که ناامنی ها، فقر و سنت ها در جامعه سبب شدند که از میان 11 میلیون کودک واجد شرایط آموزش، حدود 3 میلیون تن آنان از دسترسی به مکتب محروم شوند. در کنار ناامنی که تبعیض یکی از دلایل عدم دسترسی کودک ها به آموزش است، مسئله فقر که کودک ها در سنین آموزش مشغول کارهای شاقه هستند برای ناناوری برای خانواده هاشان، و مسئله دو مسئله مشکلات فرهنگی که در خانواده هست، اینا از عواملی هستند که کودک ها مانع دسترسی کودک ها به مکاتب و به آموزش شده. هغه مناطق چې جنگی سیمی دی هلته یو څه زموږ زده کوونکي ډیر مشکلات لري، یعنی هلته ډیر په مشکلات باندې مکتبو ته خلق زی. هغه منطقې چې جنگ کې پرتی دی هغه په اطراف کې زیات مکتبونه نسته. بر بنیاد آمارهای وزارت معارف، در حال حاضر بیش از 8 میلیون کودک در سراسر افغانستان به مکتب می روند. اما کودکان به ویژه دختران بیشتر در ولایت‌های ناامن و بخش‌هایی که در اداره دولت نیستند به مکتب دسترسی ندارند.